سلام، وقتتون بخیر. قرار امروز با هم نحوه فریز کردن قارچ ها رو انجام بدیم. من این قارچ دارم که 1.5 کیلو که خردشون کردم به صورت اسلایس. نشونه تازه بودن قارچ هم اینه که این قسمتاش بسته باشه، یعنی این حفره ایجاد نشه که قسمت سیاهش دیده بشه. این نشون میده که قارچتون تازه است. بهتر از قارچ های تازه استفاده بکنید. من قارچم رو شستم، تمیز، آبشون رفته و با یه کارد و یا چاقوی تیز و اره‌ای بهتره که باشه چاقوتون، اینو اسلایس میکنید. من یه قابلمه بزرگ آب جوش هم گذاشتم اونجا روی اجاق در حال جوشیدنه که قارچامو اضافه بکنم و مراحلش رو پیش بریم. قارچامو اینجوری خرد کردم، الان میریم سراغ ریختن تو آب جوش. قابلمه هم دیگه آبش جوش اومده، قارچای خرد شدم و میریزم داخلش. خب نکته اساسی و مهمش آب لیموه. من برای این حدود 3-4 قاشق آب لیمو، بهتر که آب لیموی خونگی باشه، میریزم و با یه قاشق اینا رو فشار میدم برن داخل آب. لحظه ای که قارچام به همراه آب به جوش اومدن، یعنی اجازه میدم قارچ همه تو آب غرق بشن، بعد از لحظه به جوش اومدن 5 تا 7 دقیقه بهشون زمان میدم. بین بازه 5 تا 7، بیشتر از 7 دقیقه و کمتر از 5 دقیقه نباشه. قارچ هم مسلما قرار آب برن، حجمشون کمتر بشه و من 7 دقیقه که تموم شد سریع اینا میریزم توی آب کشی که گذاشتم تو سینک ظرفشویی و آب یخ اضافه میکنم. نکته مهمش هم آب یخ بشه. بعد به این روش میگن بلانچ کردن قارچ. این باعث میشه که قارچ رویه پختش متوقف بشه. یکیش سالم بود، اینم خورد کنم و تون حالت بمونه. قارچ ها این شکلی تو فریزر ماندگاری بیشتری داره. هر لحظه که خواستید میتونید برای سوپاتون، غذاهاتون، کوکوهاتون، پیتزا، هر غذایی که دوست داشتید، لازانیا و فلان، هر جا که قارچ لازم داشتید میتونید سریع استفاده بکنید. گاهی پیش میاد که آدم تو خونش قارچ نداره، میتونید از فریزر استفاده کنید، یا وقتی که قارچ خرید زیاد بود میتونید که با این روش قارچاتون و قارچ اضافتون رو بلانچ بکنید و تو فریزر نگهداری کنید. این روش باعث میشه که برای پیتزا خیلی مناسب باشه. حالا بخواید تو پیتزا رو هم درست بکنید، قرار نیست شما مثلا پیتزا حالا بخواید از فریزر در بیارید، هم قارچ تازه رو بلانچش کنید بعد بریزید تو پیتزا. مطمئن باشید که کلی تو مزه پیتزاتون فرق میکنه، یعنی یه چیز شبیه پیتزای بیرون میشه. یه نکته مهم پیتزا هم همینه که ایشالله آموزش پیتزا رو هم خواهیم داشت. من اجازه میدم به جوشه، زمان 5 تا 7 دقیقه رو براش میگیرم، ماکسیموم 7، مینیموم 5 و میرم میریزم تو آب کش. من آب سرد رو باز کردم و قارچامو که ریختم داخل آب کشم باعث شد که سریع خنک بشه و مرحله پختش متوقف بشه. باز قارچامو آب میگیرم، قشنگ همشون خنک بشن دیگه، مرحله پختش ادامه پیدا نکنه. قارچاتون بلانچ شده، میتونه قشنگ کیسای فریزر فریزرتون بذارید و در فریزر استفادهش کنید. تو همین شکلش باقی میمونه دیگه، سیاه نمیشه، انگار قارچ تازه تو مواد غذاییتون ریختید و اصلا متوجه کسی نمیشه که اینا قارچ های فریزری هستن، خوشتم هستن مثل قارچ تازه. نوش جونتون.